بانم حالا سلام بر شما، به خبر ده خوش آمدید. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. مشهوری خبرها، رهبر امارت اسلامی در سمیناری در کندهار با حضور مقامهای ارشد بر اطاعت از اوامر، اتحاد و کنار گذاشتن تبعیض تاکید کرده است. شیخ باطل آخوندزاده گفته که اختلاف و بی‌اعتمادی شکست را در پی دارد. وزارت دفاع ملی میگوید که این سمینار زیر نام جلسه اصطلاحی برای مسئولان بلند رتبه و عالی رتبه وزارت دفاع برای بیش از 600 تن از مسئولان اردوی ملی برگزار شده بود. پایان سمینار سه روزه در کندهار با حضور شیخ هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی و مقام های ارشد حکومت سرپرست. وزارت دفاع ملی در خبرنامه میگوید که در این سمینار رهبر امارت اسلامی بر حکومتداری خوب و کنار گذاشتن تبعیض منطقه‌ای تاکید کرده است. او گفته است که اختلاف و بی‌اعتمادی شکست در پی دارد. علم هر مسئولیت بر مسئول فرض است و به هر چیزی که به آن مبتلا شدید باید آن را بیاموزید و تبعیض منطقه‌ای را کنار بگذارید، چون اختلافات و بی‌اعتمادی شما را با شکست مواجه می‌سازد. در بخش دیگر این خبرنامه آمده است که رهبر امارت اسلامی خطاب به مسئولان گفته است که در برابر اوامر مانند روح بی‌جسد باشند. احتیاط کنید، با قدرت مغرور نشوید و در مقابل اطاعت هم مانند جسد بیروح باشید و در فرامین و اوامر بزرگان تاویل نکنید و استقامت کنید. این برای شما جهاد است. بر بنیاد خبرنامه، این سمینار زیر نام جلسه اصلاحی برای مسئولان بلند رتبه و عالی رتبه وزارت دفاع برای بیش از 600 تن از مسئولان اردوی ملی در مقر قل اردوی 205 البدر برای 3 روز برگزار شده بود. رمز موفقیت امارت اسلامی در وحدت، یک پارچگی و رهبریت واحدشان است. خوب است که این نشست ها پیرامون رفع چالش ها تمرکز داشته باشد. طبیعی است که به ثبات کشور مفید خواهد بود. رهبر امارت اسلامی در کنار ستودن از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، حفاظت و استحکام نظام اسلامی را مسئولیت بزرگ آنان پنداشته است. آمریکا برای جلوگیری از ظهور تهدیدهای جدید از افغانستان تلاش میکند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور با شرکای جهانیش در تلاش است تا از ظهور مجدد تهدیدات تروریستی در افغانستان جلوگیری کند. معاون سخنگوی این وزارت داعش را یک شبکه تروریستی جهانی میداند و میگوید که این گروه توانایی انجام حمله ها را در سراسر جهان دارد. امارت اسلامی اما میگوید که نگرانی کشورها به ویژه آمریکا نادرست است و افغانستان تهدیدی بر کشورها و جهان نیست. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در مورد تهدیدهای داعش میگوید که این کشور با شرکای جهانیش در تلاش است تا ظهور مجدد تهدیدات تروریستی در افغانستان جلوگیری کند. اودان پاتل داعش را یک شبکه تروریستی جهانی میداند و میگوید که این گروه توانایی انجام حمله ها را در سراسر جهان دارد. قسمی که ما همیشه تاکید کردیم و اطمینان دادیم که افغانستان دوباره بلانه امن تروریستی مبدل نخواهد شد و هیچ خطری به ایالات متحده و متحدان آن نخواهد بود. ما با شرکا و همکاران منطقه‌ای خود کار میکنیم تا تهدیدات احتمالی ناشی از تروریسم در افغانستان را مهار کنیم. امارت اسلامی اما بارها این گونه نگرانی ها و ادعاها در مورد استفاده شدن خاک افغانستان بر ضد کشورها را رد کرده و گفته است که همکنون هیچ گروه مسلحی در افغانستان حضور ندارد و داعش نیز سرکوب شده و توانایی عملیات خود را از دست داده است. در افغانستان اسلامی امارت لبیا وکمنی دو روست کم داعشان چه افغانستان که و هغه زپل سوی دی داعش دل نور په افغانستان که لمنزه تللی او در از افغانستان د دوی د خطر کچه صفر ته ټیټه سوې. په دې اړه بی بنسټه اداګانې سي ګواکې له افغانستان نورو هیوادونو ته د دې ډلې خطر متوجه دی. دغه موږ په کلکه ردو په افغانستان کې نور د داعش پدیده د ورکېدو په حال کې ده. آگاهان باور دارند که امارت اسلامی نگذارد تا افغانستان بار دیگر مورد رقابت کشورها قرار گیرد، زیرا این رقابت‌های منفی قدرت‌های بزرگ سبب بحران در یک کشور دیگر می شود. بلکه ایجاد گروه تروریستی در زمان حضور آمریکا و تشدید فعالیتشان و همچنان با خروج آمریکا از منطقه به حساب گسترش فعالیت از اینا و جرأت
از اینا برای فعالیت و ضربه زدن به کشورهای قدرتمند جهان و منطقه متاسفانه برنامه استراتژی و پلان امریکا بود. بنابراین امریکا نه در مبارزه با تروریسم قرار داره، بلکه در حمایت از گروه های تروریستی قرار داره. عموما گروه های تروریستی را کشورهای بزرگ رهبری و سپورت میکنند. در افغانستان برای فعلا هیچ گروه تروریستی وجود نداره. اگر کشورهای بزرگ اونا را سپورت نکنه، از اونا پشتیبانی نکنه و جنگ های نیابتی را در افغانستان سازمان نده. با این حال بر اساس تازه ترین گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح در مورد شاخص جهانی تروریسم، افغانستان دیگر در صدر کشورهای متاثر از تروریسم نیست و حملات حراس افغانانه نیز در سال 2023 کاهش 75% داشته است. از سال 2020 8 میلیون تن افغانستان را ترک کردند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که از سال 2020 بدین سو نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان مهاجرت کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه عمدتاً ایران نقل مکان کرده و تقریباً 1 میلیون نفر عازم اروپا شدند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حدود 70% افغانهایی که به ایران مهاجرت میکنند کمبود فرصتهای شغلی را عامل اصلی مهاجرت خود میدانند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که از سال 2020 بدین سو نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان مهاجرت کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه عمدتاً ایران نقل مکان کرده و تقریباً 1 میلیون تن دیگر عازم اروپا شدند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حدود 70% افغانهایی که به ایران مهاجرت می‌کنند کمبود فرصت‌های شغلی را عامل اصلی مهاجرت خود می‌دانند. در سال 2023 سازمان جهانی مهاجرت نزدیک به 1 میلیون بازگشت کننده را ثبت کرد که 70% آنان فاقد اسناد و 60% به اجبار بازگردانده شده بودند. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در اگست سال 2021 اقتصاد افغانستان منقبض شده و سطح فقر افزایش یافته است. این نهاد به نقل از بانک جهانی نوشته است که بیش از نیم از جمعیت افغانستان در فقر به سر میبرند و 36% غذای کافی ندارند. موږ بالاخره د ترکی خاورې ته ولاړو او تر شپارس شپو مزل وروسته د استانبول ښار ته مو ځان ورساوه. په دغه شپارس شپو او ورځو کې موږ لږې تندې او همدارنګه هر ډول ستونزې موږ تېرې کړلې. د باران لاندې شپه یخنۍ دارنګه ډېرې زیاتې ستونزې وې چې موږ په دغو لارو کې تېرې کړلې. زموږ ډېری هېوادوالو حتی په همدغو لارو کې دوی خپل ژوند وبایله. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که به دلیل وجود مشکلات در کسب پاسپورت و ویزا بسیاری از افغانها به گونه قاچاقی مهاجرت می کنند و قاچاقبران به هدف افزایش مفادشان موترها را بیش از حد بار می کنند که با آن حیات مهاجران به خطر می افتد. هزینه های هنگفت سفر هست، راهزنی ها و دزدی هایی که اتفاق می افتد، انواع تجاوزات و حتی مرگ در این مسیر است که پس از رسیدن این دسته از مهاجرین به کشورهای مقصد، البته کشورهای اروپایی، دوباره زمانی لازم هست تا اسناد از اینا پروسس شود و پس از دریافت اسناد اقامتی در آنجا برای از اینکه با محیط جدید پیدا کنند باید زبان یاد بگیرند و بتوانند به عنوان نیروی کار در اونجا کار کنند. بر بنیاد این گزارش در جریان سفر شهروندان افغانستان که به اسناد سفر دسترسی ندارند با خطرات بیشتر از نقض حقوق بشر در کشورهای همسایه و ترانزیت مواجه هستند و این افراد همچنان با مشکلات همچون رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز روبرو می شوند. بانک جهانی رئیس جدید برای افغانستان منصوب کرد. بانک جهانی فارس حداد شهروند امریکا را به عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان منصوب کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی
فارس حداد پیش از این رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا بود است. او گفته که اولویت او خدمات اساسی به بخش خصوصی است. فرزانه غفوری گزارش می‌دهد. انتصاب رئیس جدید برای دفتر بانک جهانی در افغانستان. بر بنیاد اعلامیه بانک جهانی، فارس حداد ریوس جانشین خانم میلیندا گود به عنوان رئیس جدید بانک جهانی برای افغانستان منصوب گردیده است. در این اعلامیه به نقل از آقای زریوس آمده است که ارائه خدمات اساسی و تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط جزء برنامه‌های اصلی وی در افغانستان است. رئیس جدید بانک جهانی همچنان افزوده است که کمک به ارائه مراقبت‌های صحی، امنیت غذایی، حمایت‌های معیشتی و آموزشی با تمرکز به بهره‌مندی زنان و دختران از برنامه‌های این بانک جزء اولویت‌های وی می‌باشد. من از ادامه حمایت خود از مردم افغانستان همراه با شرکای خود هیجان زده هستم. اولویت اول من این است که بانک جهانی به حمایت از خدمات اساسی که برای رفاه و پیشرفت مردم افغانستان در بخش کمک به ارائه مراقبت‌های صحی، امنیت غذایی، حمایت‌های معیشتی و آموزشی با تمرکز بر بهره‌مندی زنان و دختران از برنامه‌های این بانک بسیار ضروری است ادامه دهیم. امارت اسلامی از تعیین رئیس جدید برای دفتر بانک جهانی در افغانستان استقبال نموده و میگوید کانون خواهان اثرگیری پروژه‌های نیمه‌کاره این بانک در افغانستان هستند. و باور آگاهان از آنجایی که تحریم‌ها بر نظام بانکی کشور تأثیرات منفی گذاشته، امیدواری‌ها بر این است که گسترش فعالیت بانک جهانی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان شود. بدون شک ما از کمک جامعه جهانی و بانک جهانی برای مردم افغانستان که واقعا نیازمند هستند حمایت می‌کنیم. مگر قبل از او باید مشکل سیاسی افغانستان حل شود، چون بحران سیاسی افغانستان به معنای ادامه بحران اقتصادی در افغانستان است. آقای زریوس شهروند ایالات متحده آمریکا است که از سال 1996 کارش را با بانک جهانی آغاز کرد و در طول ماموریت خود به عنوان رئیس بانک جهانی برای کشورهای مالدیو، نیپال و سریلانکا ایفای وظیفه کرده است. افغان‌ها ممکن در 10 سال پیشرو با خطرات کلیدی تغییرات اقلیم مواجه شوند. نهاد ارزیابی کننده نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران‌های پیچیده مستقر در سوئیس با نشر گزارش گفته که درجه حرارت بالاتر از حد نرمال و موج گرما، ذوب یخبندان، خشکسالی، سیل و رانش زمین برخی از خطرات اصلی مرتبط با تغییر اقلیم در افغانستان است. بر اساس این گزارش، افغانستان گرچه در انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر نقشی دارد، اما در میان 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. نشر گزارش تازه در مورد خطرات کلیدی تغییرات اقلیم در افغانستان، نهاد ارزیابی کننده نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحرانهای پیچیده مستقر در سوئیس با نشر گزارش گفته است که درجه حرارت بالاتر از حد نرمال و موج گرما، ذوب یخبندان، خشکسالی، سیل و رانش زمین برخی از خطرات اصلی مرتبط با تغییر اقلیم در افغانستانند. بر اساس این گزارش، افغانستان گرچه در انتشار گازهای گلخانه‌ای کمترین نقش دارد، اما در میان 10 آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. این نهاد گفته است که این کشور میزان گرمایش بالاتر از میانگین جهانی را تجربه می کند و سال 1950 به این طرف سالانه میزان گرما 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. کاهش سطح آبهای زیرزمینی ناشی از بارندگی ناکافی و افزایش تقاضای آب، دسترسی میلیون ها افغان به آب برای زراعت و مصارف خانگی را به شدت کاهش می دهد. ساحات دریای هریرود، مرغاب، دریای هلمند و دریای کابل از جمله مناطق در معرض خطر است. بر بنیاد این گزارش، یخچال‌ها نقش کلیدی در ذخیره‌سازی آب شیرین طبیعی و تنظیم جریان رودخانه‌های فصلی در افغانستان دارند و بیش از 80% منابع افغانستان از کوههای هندوکش سرچشمه می‌گیرد. گزارش گفته است که تخریب محیط زیست در افغانستان تشدید شده، طوری که این کشور در ثبت تهدیدهای اکولوژیکی امتیاز 5 از 5 را کسب کرده است. شما می دانید که افغانستان یک کشور است که با تغییرات اقلیمی مواجه شده و زلزله و سیلاب ها و خشکسالی خسارات ویرانگر را بر مردم ما و شما تحمیل کرده. بنابراین ما در این ارتباط با دونرها و مجامع بین المللی گفتگو کردیم که انشاءالله بتانیم در این عرصه ها آسیب هایی را که افغانستان از این منظر متحمل می شه به حد اقل برسانیم.
جنگل زدایی، تخریب زمین، بیابانزایی و آلودگی هوا از جمله عوامل دیگرند که در افزایش آسیب پذیری افغانستان در برابر شوک‌های اقلیمی به ویژه سیل و خشکسالی نقش دارند. پیامدهای تغییر اقلیم به شکل روزافزون جان هموطنان ما را می‌گیرد. ما شاید یک خشکسالی بسیار شدید در مرکز افغانستان بودیم و بعد از آن سیلاب‌های مدهوش و خانه‌ویران در شمال شرق کشور و شرق کشور باعث تلفات جانی و مالی به هموطنان ما گردید و در عین حال فعلا ما در حال سپری نمودن یک موج گرمای بسیار شدید در افغانستان هستیم که سابقه نداره. علاوه بر چالش‌های داخلی، نهاد ارزیابی کننده نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران‌های پیچیده گفته است که تنش با کشورهای همسایه بر سر آب، انزوای منطقه افغانستان را افزایش داده و پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک نیز در آینده خواهد داشت. ریاست صحت عامه هرات به همکاری نهادهای همکار از هفته تغذیه با شیر مادر تجلیل کرده است. دکتران میگویند که واقعات سوی تغذیه نزد اطفال بیشتر شده است که تنها در سال گذشته حدود 35,000 واقعه در غرب کشور ثبت شده است. اما دکتران میگویند که واقعات حادث سوی تغذیه نزد اطفال تا حدودی کنترل شده است. با شیر مادر داشته باشیم اینه که دکتران در هرات میگویند آمار اطفال مبتلا به مریضی سوی تغذیه رو به افزایش است. روزانه شمار زیادی از این اطفال به خاطر تداوی در شفاخانه حوزوی این ولایت بستر میشوند. ریاست صحت عامه هرات با همکاری مؤسسات و نهادهای همکار از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر تجلیل کرده است. چون بحث تغذیه با شیر مادر یک بحث بسیار مهمی از مرگومیر اطفال کاهش مرگومیر اطفال میشه، بنان به خاطر جلوگیری از مرگومیر اطفال این هفته ایجاد شده تا تاکید شه که تمام مادران در قسمت تغذیه با شیر مادر کوشا باشه. هیچ وقت نشده که بسترای ما خالی باشه و حتی گاه هم شده در یک بستر ما دو تا طفل سوء تغذیه و سوء تغذیه وخیم و پیشرفته را بستر بدن. البته سوء تغذیه های متوسط و سوء تغذیه های ابتدایی در خود مراکز صحی ولسوالی ها و کلینیک های صحی مورد تداوی قرار می گیرند. مسئولان برگزاری این برنامه می گویند مریضی سوء تغذیه حدود 45% در مرگ و میر اطفال به گونه مستقیم و غیر مستقیم نقش دارد. بنان هفته جهانی تغذیه از شیر مادر با شعار بستن خلا و حمایت از تغذیه با شیر مادر آغاز شده است. این مادرانی که تغذیه با شیر، یعنی نوزادان خود با شیر خودشان تغذیه نمی کنند، این مادرها هم می توانند که بعدهن مواجه با همراز گوناگونی بشه، چون خود شیر دادن از طریق پستان مادر باعث خیلی جلوگیری از خیلی همراز نزد مادر می کنه. بیشترین آمار عدم اقتصاد درست، عدم آگاهی درست و همچنان که دسترسی کم به خدمات صحی، و اینا یکی از دلایل خیلی عمده ایه که سوی تغذیه رو به افزایشه. ریاست صحت عامه هرات تاکید میکند که حداقل 10 نهاد همکار با این اداره در قسمت کاهش امراض سوی تغذیه کار میکنند، اما هنوز هم آمار اطفال مبتلا به سوی تغذیه بلند است. فقر اقتصادی و عدم آگاهی خانواده از اهمیت شیر مادر سبب افزایش واقعات سوی تغذیه گردیده است. در جامعه که فقر باشه به احتمال قوی ما نمیتونیم به 100% بگیم که نه کاهش یافته هست، ولی تلاشم زیاد وجود داره که به یک قسمت میتونه که مور کمک بکنه. دکتران میگویند به خاطر کاهش واقعات سوی تغذیه نیاز است تا مادران نوزادانشان را تا 6 ماهگی 100% از شیر مادر تغذیه کنند. پس از آن مواد مکمل غذایی نیز میتواند در قسمت تغذیه اطفال کمک کند، اما نیاز است که اطفال تا 2 سالگی از شیر مادر تغذیه شوند. برای نخستین بار یک کتابخانه بزرگ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند ایجاد شد. مسئولان محلی هدف از ایجاد این کتابخانه را تشویق جوانان به مطالعه و کتابخانه می دانند. شماری از جوانان اما می گویند که باید مکتبها و مرکزهای آموزشی که در طول 20 سال جنگ تخریب شدند بازسازی شود تا زمینه برای فراگیری علم دانش فراهم شود. ولسوالی سنگین ولایت هلمند یکی از ولسوالی ها به شدت درگیر جنگ در دو دهه گذشته بوده است.
این جنگ در کنار دیگر ویرانی ها فرصت های مطالعه را نیز از مردم گرفته بود. حالا ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت یک کتابخانه بزرگ را در این ولسوالی ایجاد کرده تا جوانان این ولایت به مطالعه و کتابخانی رو آورند. نوست یوازنه ایشه چی پرده ده اغا ده ده چی دسنگیر ولسواری زوانان و دی کتابتون تراسی او دست در مطالعه و کی درسوی اغا علمی کچه نور هم رو برسی. نو دا اغش کارو پردائی بانجی باید نور افتاسو دا اخفر وقت کل کمتالعه بانجی کرد. دا نور دسنگیر ولسواری زوانان سخه دا وشتنه ده اشتاسو باید دی کتابتون کی وقت پر وقت بانجی اخفر مطالعه کوی. برخی از جوانان این ولسوالی نیز میگویند که در طول 20 سال جنگ مکتب ها و مراکز آموزشی زیاد تخریب شده و از امارت اسلامی میخواهند که این مکتب ها را بازسازی کند. جګړه وی بمباری وی سم د تعلیم امکانات نه برابر سی ز خپل لسم ټولګي کریم درس ویلې دي نو بیا هغه په داسې دوه سیم په یو ځای دوه سیم په بل ځای. از سوی دیگر مسئولان معارف این ولسوالی میگویند که از 16 مکتب در این ولسوالی 10 مکتب آن در جنگ های گذشته تخریب شده و برخی از این مکتب ها بازسازی نیز شدند. موسیقیدیم که شاوخوا 5 مکاتب رسمی لرو و دیگه شاوخوا 4 دانی لیسی لرو او 15 دانی متوسطی لرو پات مکاتب ابتدایی دی دا چې د تیرو جګړو پر مهال باندې سنین ولسوالی شاوخوا 10 مکاتب بمباریو او یا ناخوالی که لمنځ تللی دي یا نړېدلی دي په بشپړه توګه باندې. در ولسوالی سنگین نه تنها که در بخش معارف کار نشده بل پروژه های انکشافی نیز در این ولسوالی در دو دهه گذشته عملی نشدند. یک نمایشگاه نقاشی در ولایت تخار برگزار شده است. این نمایشگاه تحت عنوان مخمل خیال برگزار شده و در آن 46 آثار بر روی مخمل رسامی و به دید عموم گذاشته شده است. برخی از افرادی که از این نمایشگاه دیدن کرده با استقبال از راه اندازی برنامه های هنری و فرهنگی خواهان حمایت حکومت از هنرمندان هستند. این نمایشگاه نقاشی و رسامی برای یک روز تحت عنوان مخمل خیال در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار برگزار گردیده است. این نقاش که از کابل به تخار آمده میگوید میخواهد با راه اندازی این نمایشگاه فرهنگ مردم را به معرفی بگیرد. آثاری که اینجا به نمایش گذاشتیم تقریبا 46 اثر است که اکثر از اینا رو تکه مخمل کار شده و مبالغه نشه و اولین نقاش بیتنه بیتنه و اولین علاقمند هنر است که کار روی مخمل ما نقاشی کردیم و به نمایش گذاشتیم. در این نمایشگاه نقاشی ها تاریخ و قدامت مردم بومی افغانستان و نیز فرهنگ و عنعنه مردم رسامی و نقاشی شده است و در هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ نیز این برنامه برگزار شده است. مسئولان میگویند که تلاش میکنند با برگزاری چنین برنامه ها زمینه رشد بهتر رسامی و نقاشی را برای فرهنگیان فراهم سازند تا دلچسبی جوانان به نقاشی و هنر بیشتر گردد. ما میگیریم و از تشویق و ترغیب نقاشان و خوانان فرنگی شخصیت های فرنگی نیست که هویت ما را و تاریخ ما را و مردم و ملت ما برای بیرونی را معرفی میکنیم که ما تاریخ داریم و هویت داریم. بازدید کنندگان با استقبال از راه اندازی این برنامه میگویند نیاز است تا حکومت زمینه برگزاری چنین برنامه ها را بیشتر مساعد سازد که در آن فرهنگیان به نمایش گذاشتن فعالیت هایشان مردم را با فرهنگ افغانی آشنا بسازند. افغانستان یک سرزمینی است که باستانی، یک سرزمینی غنی که در بخش هنر جایگاه خاص خود داره و نقاشی و شخصیت های بسیار معتبر و مهمی را با خود داره، ولی متاسفانه سر سرمایه‌گذاری نمیشه، توجه صورت نمیگیره، در انزوا قرار گرفته. هویت یک کشور به نمایش میگذاره که باید هنرمندهای ما در سطح کشور، در سطح منطقه، در سطح ولایات و تشویق شود، داشته های خود، هنرهای خود بیارن به نمایش گذاشته شود. از رهبری امارت اسلامی ما خواهش میکنیم که همچو هنرمندایی که در بخش نقاشی در بخش های مختلف که کار میکنند اینا باید قابل تشویق و تقدیر از جانب آنها قرار بگیرند. با باور آگاهان پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان هنر رسامی و نقاشی کمرنگ شده است و برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند در صورت حمایت حکومت از برنامه های هنری این گونه نمایشگاه ها را در ولایت های دیگر نیز برگزار خواهند کرد. به خبر اقتصادی خوش آمدید.
مقام های محلی ولایت کنر میگویند که در طول 14 جنگ و درگیری در کشور جنگلات این ولایت به شدت آسیب دیده و حالا تلاش ها برای احیای این جنگلات آغاز شده است. به گفته مسئولان آنان در همکاری با مؤسسات در دو ولسوالی این ولایت هزاران اسلحه حال قرض کردند. در زون شرق کشور کنر یکی از ولایت های کوهستانی است. ولایتی که کوههای آن اکثراً پوشیده از جنگلات است. اما 14 جنگ در کشور آسیب جدی به این جنگلات وارد کرده و درختان زیادی قطع شده است. حالا مسئولان محلی در همکاری با مؤسسات روند احیای جنگلات را آغاز کردند. و گفته مسئولان در دو ولسوالی این ولایت بیش از 1000 هکتار زمین را هزاران اسلحه حال قرض کردند. جنگون و مختلف بمبارون و همدغه سپه د ګربړیو کې د قاچاقبرانو مختلف لامرونو له وجه کونړ ډېر برخې ځنګلات تخریب شوي دي، څه سوځېدلي دي او څه قاچاقبرانو راڅخه ده شوي دي. نو عمارت را تک سره نو ډېر اعظمي کوشش کړی ده چې د ځنګلات څنګه د قطع مخنیوی وشي، څنګه احیا شي. په دې برخه کې مختلف پروګرامونه په کار اچول شوي دي. در بخش های مختلف این ولسوالی انواع مختلف نهال های مسمر و غیر مسمر قرض شدند. باشندگان این ولایت میگویند که باید تمامی این جنگلات احیا شوند. که په بیرحمانه ډول باندې وال شوی او وس منګا تدا چار مغز له خلکو راغله کور دی ودانی قبل یې چې تاسو یې دا د جیپ بوس سید خاله موږ ته راکل شوی دی او ډیره خلک ته جای ورکړی دا او د خاورې بخنیوی کړی دی او لور غواړو چې لور لږی او لور کومه کوم زما څه وشي ګټه ډاډ ورکو چې مونږ د غزانه کړو دې ساتنه مونږ په خپل لغه باندې کوو. مسئولان برخی از مؤسسات که سرگرم احیای جنگلات هستند میگویند که در کنار غرس نهال ها شماری از بوته ها را نیز کشت کردند. دغه دوه ولسوالیو کې مونږ تقریبا 2900 هکتاره ځنګلونه بیا رغولې دي. مونږ دوه ډوله فعالیتونه لرو په ځنګل پر رغونه کې، چې یو د ځنګل رغونه ده، یو د نوي ځنګل جوړول دي، چې په دواړو برخه کې د ځنګلي نباتاتو په اساس باندې د غوزانو او همدارنګ د ناجوګانو نیلګي خلکو ته ورکړی شوی. این نهاد سازمان ملل که برای احیای جنگلات برنامه کار در بدل غذا را راه اندازی کرده، در حال حاضر در جاهایی که جنگلات احیا می شود منطقه مورد حفاظت قرار می گیرد و از رفت و آمد در آن جلوگیری می شود. با توجه و همراهیتان به خبر ساعت 10 سپاسگزارم. خداوند نگهدار.